نیروهای عراقی میگویند مناطق مهم در شهر فلوجه را آزاد کردند. عملیات آزادسازی فلوجه، دومین شهر بزرگ استان انبار، از تصرف داعش از دیروز آغاز شده و اکنون نبرد سنگینی در اطراف این شهر جریان دارد. نیروهای عراقی از حمایت هواپیمایی ائتلاف رهبری آمریکا برخوردار هستند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق به طور مستقیم بر عملیات آزادسازی فلوجه نظارت می‌کند. در این میان 10,000 خانواده غیر نظامی عراقی در فلوجه گیر افتاده‌اند و موفق به خروج از شهر نشدند. برای بررسی این تازه‌ترین تحولات، علی جامردی از عراق با ما هست. علی، ابتدا بگو که چه تحول تازه‌ای داریم در جنگ علیه داعش؟ الاز نیروهای مشترک عراقی امروز چند بیانیه صادر کردند که آخرینشون حاکی از این هست که نیروهای مشترک عراقی، یعنی ارتش عراق، پلیس فدرال، نیروهای امنیتی، نیروهای مبارزه با ترور، 8 شعبی یعنی بسیج شیعه و 8 الوطنی بسیج سنی که مجموعاً نیروهای مشترک عراقی رو تشکیل میدند، امروز تونستند که تمامی روستاهای بین فلوجه و الکرمه رو پاکسازی و آزاد بکنند و تمامی پیکارجویان اونجا یا فرار بکنند یا اونها رو از پای در بیارند. در محور شرق فلوجه در 3 محور نیروهای مشترک عراقی پیشروی کردند و بیش از 4 کیلومتر رو تا این لحظه تونستند که آزاد بکنند. خالد عبیدی وزیر دفاع عراق امروز در کنفرانسی خبری که در نزدیکی جبهه فلوجه برگزار شد گفت که طرح عملیات آزادسازی فلوجه سریعتر از آنچه که پیش بینی میشد پیش رفته و به زودی خبر خوب آزادی شهر فلوجه رو به عراقی ها اعلام میکنند. حیدر عبادی نخست وزیر هم که در ستاد عملیات آزادسازی فلوجه حضور پیدا کرده و اون از اونجا صحبت میکرد، گفت که به عراقی ها وعده میده که فلوجه رو آزاد میکنند و این آزادی ابتدای آزادی سراسر عراق از پیکارجویان داعش خواهد بود. نیروهای عراقی گفتن که تا این لحظه امروز در دومین روز عملیات آزادسازی فلوجه دست کم 80 پیکارجوی داعش رو از پای درآوردن. همزمان هواپیماهای ائتلاف رهبری آمریکا و هواپیماهای عراقی هم مواضع داعش رو در فلوجه دارن به شدت بمباران میکنن. نکته قابل توجه فقط مسئله 10,000 خانواده عراقی است که گفته میشه امروز 16 غیر نظامی زن و بچه بر اثر حملات توپخانه نیروهای ارتش عراق از پای در اومدند و ابراز نگرانی شده نسبت به امنیت جانی این افراد که غیر نظامی هستند و در واقع از داعش حمایت نمی کنند. تشکر می کنم. علی جامردی بود مستقیم از اربیل عراق.